به خوشنودی دادار اورمزد. آن روز که خیر بود و دیما وخشور بزرگ آریا رفت، دیناوری از زمان گشتاسپ در حین پرستش خدا رفت. رحمت به روان پاک او باد، کاموخت جهان و زین سرا رفت. طبق روایات دینی ما که در دین کرد اومده، امروز روز خیریزد و دیما، روزیه که پیامبرمون اشوزرتشت مهراسپندمان در بلخ، در آتشکده بلخ طبق روایت دین کرد، توسط ارجاسپ سردار تورانی به همراه لهراس و یارانش کشته میشه. این روایت دینیه، یعنی در زمانی که اسفندیار پسر شاه گشتاسپ و شاه گشتاسپ از بلخ بیرون بودند، تورانیان ارجاسپ رو که فرمانده لشکر اونا بوده مأمور میکنند و طبق اون چیزی که در دین کرد اومده، اشوزرتشت در اون آتشکده به همراه لهراس و به قولی با 70 و چند نفر از یارانش کشته میشه. یک روایت جدیدی هم اومده که میگویند مقبره اشوزرتشت در مزار شریفه. البته این در حد یک نظریه که تازگی‌ها یکی از اساتید دانشگاه داده. در هر صورت ما به پیام افراد کار داریم، خیلی حالا به جا و مکانشون، با اینکه ما مردمی هستیم خیلی یک مقداری مرد پرستی توی ما ایرانی‌ها زیاد هست، از یک لحاظ شاید خوب باشه که مزار این وخشور بزرگ ناشناخته مونده، بیشتر به پیامش بپردازیم. ما همیشه که موقعی که میخوایم از اشوزرتشت صحبت کنیم، روال کلی کار ما اینه که گاتها رو میاریم وسط و از گاتها بهره میگیریم. گاتها با همه زیباییش در ترجمهش یه سری نواقصی داره، این واقعیت قضیه است. اونی که بیشتر اساتیدی که ترجمه کردن، اساتید ایرانی، به زیبایی گاتها پرداختن، مضمونهای گاتها به خاطر همینه بیشتر در حد اندیشه به کار میره، در صورتی که ژرف‌تر از اینه. من موقعی که وارد گاتها بشین با بینش واقعی و دانش واقعی، میبینید که این زیبایی که به معنای گاتها در کتابهای ما میدند، یک جاهایی شاید ظلم بزرگی به اون وخشور باشه، چون فقط زیباست، در حد اندیشه است. و خیلی مواقع بچه های ما میگن چرا عملیاتی نمیشه این کار. علتش پیام اشوزرتشت نیست، علتش اینه که ما فقط زیبایی رو توی معانی میخوایم و بعضی موقع میبینیم یک چیزی رو متوجه نمیشیم، با یک کلام خوشگلی زیباش میکنیم، فکر میکنیم زیبایی کل کار رو حل کرده. یعنی توی پیامش اول انسان رو با خودش آشنا میکنه. ابتدایی که گاتها رو میخونید میبینید هیچگاه به شورش مردم رو دعوت نمیکنه، به آگاهی دعوتشون میکنه، یعنی خودشون رو وادار میکنه به فکر کردن. و به خاطر همینه که معمولا میتونیم بگیم که توی ایران زمین ما نداشتیم پیامبر یا مصلحی رو که به این ظرافت کار کنه. و همیشه گفتم درست ما زرتشتی هستیم، ولی انتخاب کردن راه زرتشت واقعا سخته، واقعا سخته. و مگر اینکه به قول معروف اون ظرافت ها رو بشناسیم. 8 سال پیش در هر صورت ما دلبستگی ها و وابستگی هایی هم من دارم، هم بسیاری از عزیزانی که اینجا هستن، پدرانشون، پدر بزرگاشون. توی همین روز زلزله اتفاق افتاد در کشورمون، در شهر بم. حدود 40-50 خانوار زرتشتی هم زندگی میکردن، 11 نفرشون از بین رفتن. به روح و روان اونها هم درود میفرستیم و همچنین به 60-70 هزار کشته هموطن دیگرمون در اون روزها. فقط لازم به ذکره که از اون همه خیلی پزشکی که اونجا وجود داشت، توی اون روز 2 نفر پزشک زرتشتی بودند، خانم دکتر گلناز کیانی و جناب آقای دکتر کامران دینیاری، که تا موقعی که کمک ساعت 3 بعد از ظهر رسید، این 2 نفر به تنهایی شاید چندین صد نفر رو از مرگ نجات دادند و واقعا مایه افتخار. در هر صورت ما زرتشتیان در روز درگذشت پیامبرمون به سوگ نمی‌نشینیم، فقط خدا رو سپاس می‌گوییم که همچین پیام‌آوری برای بشر برای ما آورده. ما یزشت میخونیم که همون جشن یا جشن شده. فقط خوشحالیم از درگاه دادار اورمزد که چنین انسان بزرگ و کاملی رو برای راهنمایی بشر فرستاده. ایدون باد، ایدون فرج باد، روز همگی بخیر، سر همگی سبز.